آماده سازی جیمز وب برای رصد کیهان. تلسکوپ فضایی جیمز وب که اخیراً به فضا پرتاب شده، یکی از مراحل اصلی آماده سازی خود برای رصد کیهان را با موفقیت پشت سر گذاشت. این تلسکوپ روز سه‌شنبه 14 دی پس از دریافت فرمانی از زمین، محافظ خورشیدی غول‌پیکر خود را با موفقیت باز کرد. اندازه این محافظ خورشیدی در ابعاد یک زمین تنیس است و تنها به کمک آن جیمز وب میتواند سیگنال های مربوط به دورترین اجرام کیهانی را دریافت کند. در مرحله بعدی آینه های جیمز وب که قطر بزرگترین آنها به 6.5 متر میرسد آماده فعالیت خواهند بود. کشف نخستین جاندار غول‌پیکر کره زمین. دانشمندان توانستند فسیل گونه‌ای جدیدی از خزندگان آبزی را کشف کنند که ممکن است جزء نخستین جانداران غول‌پیکر کره زمین باشد. قدمت این گونه جدید که در راسته ماهی‌های خزنده‌سانان قرار می‌گیرد به سال‌های ابتدایی عصر دایناسورها، یعنی حدود 246 میلیون سال پیش برمی‌گردد. فسیل این جاندار در ایالت نوادای آمریکا کشف شده و شامل یک جمجمه سالم به طول 2 متر و بخشی از ستون فقرات و شانه است. این جانداران شباهت زیادی به دلفین‌های امروزی داشتند و طول آنها به حدود 20 متر می‌رسید. آغاز آزمایش بالینی یک داروی جدید زبان عقل. دانشمندان ژاپنی از موفقیت یک داروی نوین برای جلوگیری از زوال عقل خبر دادند. این دارو که به شکل اسپری بینی عرضه شده، از ترکیب دو داروی ارزان قیمت موجود در بازار به وجود آمده و باعث بهبود عملکرد شناختی در موش‌های دچار زوال عقل شده است. داروی یاد شده حاوی نوعی آنتیبیوتیک به نام ریفامپیسین است که در صورت تجویز در مراحل اولیه زوال عقل از تخریب عصبی جلوگیری می‌کند. اکنون این داروی جدید وارد آزمایشات بالینی شده تا در صورت تایید نهایی به شکل عمومی عرضه شود. توسعه نوع زیست ماده برای درمان بهتر تاندون‌های آسیب دیده. آسیب دیدگی تاندون در بین ورزشکاران و افراد با سن بالا مرسوم است و علاوه بر ایجاد اختلال در روند عادی زندگی، زمان زیادی برای بهبود نیاز دارد. به همین دلیل دانشمندان آمریکایی نوعی بی‌متریال ژل مانند با الهام از مخاط نوعی لیسه ساختند که می‌تواند روند درمان آسیب دیدگی تاندون‌ها را بهبود بخشد. عمل کرده این ژل مخصوص به این شکل است که یک طرف آن اتصال میان تاندون آسیب دیده را حفظ می‌کند تا روند بهبود سرعت پیدا کند. سمت دیگر این ژل نیز باعث حرکت بدون مشکلان در برخورد با سایر بافت‌های بدن می‌شود. توان بالای باتری در خودروی جدید مرسدس بنز. مرسدس بنز در قالب نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرف در لاس وگاس از یک خودروی جدید برقی رونمایی کرده که میتواند با یک بار شارژ 1000 کیلومتر را طی کند. طبق اعلام شرکت دایملر، شرکت مادر مرسدس بنز، میزان پایداری باتری این خودرو تقریبا دو برابر توانی است که خودروهای الکتریکی امروزی دارند. علاوه بر آن، حجم باتری این خودروی جدید نصف باتری‌هایی است که تاکنون به بازار عرضه شده و وزن آن تقریباً 1/3 باتری‌های امروزی است.